به نام خدا. سلام بچه ها، بعد یه وقفه طولانی رسیدیم به حل تمرین، یا بهتر بگم حل تست ویژه توابع، و اونم ترکیب توابع است. ما تست هایی که ما به کنکور سراسری چندین سال اخیر هست رو برای شما حل میکنیم با شیوه های نوین، بعضا حل تشریحی، بعضا هم سیستم عددگذاری رد گزینه، و الاخر ما هم تکنیک های تستن آروم آروم به خورد شما بدیم و شما بتونید تو اینا چی باشین، مسلط باشین. پس ما رو چی داریم؟ حل تست ویژه ترکیب توابع. بریم شروع میکنم از تست شماره 1. fx داده شده، gx هم داده شده، ضابطه f اوج رو میخواد. اون هم تو چه کادری؟ توی بازه ای. ببینید وقتی به شما یه بازه میده توی ضابط f اوج و از این حرف و این مدت سالها، احتمالا یه جایی منفی مثبتی چیزی هست، یه بحث دو ضابطه کردن هست که شما باید حواستون اون باشه. پس یه جایی تو تست ها دیدین در بازه یه متن رو نوشته برای خودتون، دقت کنید که باید یه نکته شما رو ریز رعایت کنید. بریم اف اوج رو خودمون پیدا کنیم. اف اوج چی هستش؟ اف جی ایکس یعنی چی؟ یعنی جی بذار داخل اف. خب اینو ورده بذار داخل اون اف به جای ایکس داشت. ببین ایکسش رو ورده تانژانت بذار، گذاشتم این شد تانژانت ایکس. پایین چی هستش؟ رادیکال. اینو ورده بذار به جای ایکس، این میشه یک به اضافه ایکس دوه. تو می نویسی چی؟ تانژانت به توان دو ایکس. حالا بریم سراغ ساده کاریش. ساده کاری اینجا که خب تانژانت ایکسه، یه 2000 اطلاعات ریاضی دهم داشته باشم، یکی بذار به تانژان دو رو میدونم، میشه یک تقسیم بر کوسینوس به توان دو ایکس. تازه فهمیدم که این توان دو با این رادیکاله میره الان قدر ایجاد میشه. وقتی قدر ایجاد میشه اینجا هم همینجور بریم سم تانژانت ایکس و بفهم که این تانژان قدر متقر رو بردارم مثبت بذارم یا منفی بذارم. این روبی که اینجا به من داده خیلی خوبه. 90 تا 270 معناش کدوم رو پاس؟ روب دوم و سوم. کوسینوس روب دوم و سوم منفی، قدر رو بردار یه منفی بغلش بذار. یعنی شما الان اینجوری داری، اینم هست، این منفی رو من یه خورده تأکیدی بذارم، مثلا قرمز بذاریم که شما دیگه من قدر متقاعدش کنیم. تانژان بالا یارم می‌نویسم برای خودم سینوس ایکس بری کوسینوس ایکس، که این کوسینوس رو با هم دیگه چیکار کنیم؟ کنسل کنیم. کوسینوس رو کنسل می‌کنی، فقط میمونه یه منفی، باید چی؟ سینوس ایکس، و می‌بینی گزینه می‌زنی گزینه 3. یه حل تست خیلی خیلی ساده. میشد این رو با عدد گذاری هم رفت ها، مثلا بین 90 تا 270 یک دو تا مثلا 180 انتخاب کرد، یا مثلا هم خانواده 3 پی 4 چیزی انتخاب کرد بعد رد گزینه کرد. مثلا اینجا حلش انقدر ساده بود که نیازی به رد گزینه نداشته باشم، ولی اگه خورده تست سطحش بالا باشه میشه با عدد گذاری هم رفت. بریم مثال بعدیمون. اف داده، جی داده، ضابط اف او جی میخواد. ما اصلا حل مثلثاتی اینو بلد نیستیم فعلا تو رده حسابان، شاید مثلا سال 12 یه تک حرکت های روش بزنیم دست، ولی با تست رو میزنیم. تست کنکور هم هست، تست رو میزنیم. چجوری میزنیم؟ آسابتی اینو کنیم، میام میگم که یه عدد بگیم. مثل چی؟ الان اف او جی میخوایی، اف او جی معناش اف جی ایکس دیگه، اینو میخوایی دیگه. این سوالت اینه که کنیم ایکس رو بذارم مثلا صف باز خودم، همینجوری میشه اف جی صف. خب صف رو بذارم تو جی، صف رو میذارم اینجا، سینوس صفر صفر به توان چهارش هم که صفر میشه اف صفر. صفر رو حالا بذارم تو اف، میذارم تو اون صفر مینای صفر میشه چند صفر. پس من صفر دادم صفر شده، رد گزینه ها نیکن. اینو صفر دی صفر میشه سینوس دو صفر صفر تا، اینجا هم صفر میشه، اینجا میشه کوسینوس صفر. یکه با این یک چهار میشه یک چهار، پس این کنسله، بعد صفر میگرفتم. اینجا هم همینطوره، کوسینوس صفر میشه برای شما یک، با این یک دوم میشه یک دوم، این هم کنسله، باید به من صفر میداد. یا اون گزینه است دیگه. حالا یه عدد دیگه بذاریم، یه مثلا ایکس دیگه، ایکس دیگه رو دم دستی هم باشه زیاد مثلا همچین اذیت هم نشیم، بذاریم 45 درجه همون پی 4 هم خود. 45 درجه رو میذارم، چه اتفاق براش میفته؟ میگم سینوس 45 درجه، میگین بذار میریم مثلا اف جی پی 4 هم اف جی 45 درجه میشه اف 45 درجه بزنیم اینجا میشه سینوس 45 درجه رادیکال دو دوم، رادیکال دو دوم به توان چند؟ 4. خب میشه به توان 4ش میشه اینجا 4 16 هم یعنی 1/4. حالا 1/4 ما بزنیم داخل اون، بذاریم دیگه 1/4 منه رادیکال 1/4، جواب 1/4 منهای اینجا هم هست 1/2، مخمشک 4 میگیرم، 1 منهای 2 میشه منفی 1/4. پس 45 دادی شد چی؟ منفی 1/4. 45 بده الان گزینه 1 نیا کنیم، میشه 2 تا 45 درجه 90، سینوس 90 میشه چند؟ 1. با این میشه منفی 1/4 خودشه دیگه، گزینه گذاری.
قسمت مثلثاتش رو بلد نبودیم ها، ولی تونستیم چیکار کنیم با عدد گذاری رد گذاری کنیم یه تستی که اصلا در سطح کتاب ما نبود فعلا از پسش بر بیاریم. یه مثال دیگه نکنیم افتاده جی بعد نداره شد دیگه اف اف مین هایی اف او اف اصطلاحا اینجا چیز خیلی راحته، تو هستم در اون شروع میکنی عدد گذاری میگه به سمت بیرون، فقط نگران اون تعریف نشدم اگه هیرم باشی دلیلش اینه که احتمال که اینا تو دامنه و اینا نباشه، خودش نشون میدنن. تو میگه چیکار میکنی؟ میگه اف اف مین های یک مصبا، اول مین های یک رو میذارم اون داخل رادیکال دو به اضافه یک میشه سه، سه مین های یک میشه چقدر؟ رادیکال دو دیگه، اینجا میشه رادیکال دو. yes. بس یک بادی مین های یک بذارم میشه دو به اضافه یک میشه سه، سه مین های یک هم میشن دو، رادیکال دو که رادیکالش هم گذاشته بودم دیگه اینجوری. حالا رادیکال دو رو دوباره خود اف میکنی میشه رادیکال دو مین های رادیکال دو مین های اینم به توان دوش میشن دو، دوهاش با دوهاش میرونی یک کنی آها اینجا رادیکال منفی میاد که احتمال به ما نشون بده که تو دامنه نبوده، دامنه نبوده یعنی گزینه گزینه چند یک، این تعریف نشده اساسا براش. بریم شماره 3 4 افتاده دوباره اف او اف تو دو نقطه متوالیه، حالا متوالی که نه تو دو نقطه مهمه مثلا 5 و 1 میخواد پیدا کنه چه خبر. از همینجا میایم دیگه داخل این اول 5 بزن اینجا، کجا بذارم 5؟ 5 بیشتر از 3 دیگه میرم این ضابطه ذهنی کارش انجام میدم یا حتی دارم میرسم 5 مین های اونجا میشه رادیکال چند 9 یعنی 5 مین های چند 3 یعنی 2 این. پس تو الان اف 2 میخوای، اف اینجا رساب که 2 شد، اف اف 2 کجاست؟ میاد اینجا قرار میگیره میشه 2 2 تا به اضافه 3 یعنی چند 7 فینیشت. بریم اینجا اون یکی تیکه رو انجام بدیم برای شما. اف 1 یکو از کجا حساب کنم؟ میاد اینجا حساب میشه دیگه، میشه 2 به اضافه 3 یعنی چند 5. بعدش تو چی میخوای؟ اف 5 رو میخوای. اف 5 رو حساب کردیم ما اینجاست ایناش حساب کردیم شد چند 2، اینا اف 5 هم 2 چی میخواست وسطشون؟ وسط جمع دیگه 7 داری 2 داری میشه گزینه 4 9. بریم بعدی سال اف داده جی داده یه رابطه داده گفتیم مساوی 6 این پارامتر ای رو میخواد اف او جی رو ما میام چیکار میکنیم پیدا میکنیم برای شما. اف او جی اف او جی یعنی جی رو بذار داخل اف یعنی اینو بذار داخل اون میشه 3 در 2 مین های ایکس به اضافه آ اینو گذاشتم این شد اصلا کادر چی اف او جی مین های حالا جی و او اف اف او اینو با بذارم داخل این میشه 2 مین های ایکسش از 3 ایکس به اضافه آ جوابش باش 6 بشه. یه خورده ساده کاری کنیم ببینیم چه خبره. دو رو پخش کنم اینجا میشه 6 مین های 3 این 3 دیگه 6 مین های 3 ایکس به اضافه چند آ مین های 2 یه منفی اینجا دارم بعد منفی منفی میشه مثبت مثبت اینو می‌نویسن دیگه مثبت 3 ایکس به اضافه آ 3 ایکسش با این میرفت فقط یه آ مونده. الان شما اینجا 2 آ داری اینم 4 4 میفرستم اونور میشه 2 آ رو پیدا میکنم 1 میرم سال بعدی. رسیدیم به تست شماره 6 اممون. افتاده شده قدم تقیب از من ضابطه اف او اف رو میخواد. اف او پیانیم اف او بذار داخل خود اف. اف او بذار داخل خود اف معناش چی هستش؟ پس بذار من اینو بنویسم اف اف ایکس استایلش یه همچی مدلیه. ببین ایکسش اینجاست دیگه جای ایکس، جای ایکس خالی گذاشتم اون اف رو دوباره میذارم داخل خودش یعنی اینجا میشه دو مین های ایکس مین های دو اینجوری. پس به جای ایکسش دوباره خودش خودش نبود قرمز رنگ. خب ساده کاری کنیم، ساده کاری کنیم چه اتفاقی میفته؟ دو مین های موافقیم دو با این مین های دو مین دیگه فقط این میمونه دیگه اینجا اینجوری. حالا ساده تو قدم تا کلی منفی تاثیر داره میگی نه تاثیر نداره. خب پس میرسم چی برات سران قدر مطلق ایکس مین های دو دیگه الان دیگه قدر قدرم که دوباره خودش میشه دیگه. بعد این الان قیافه خودش نیست اینو خود اف ایکس رو من داد گزینه گزینه چند سه. بریم بعدی افتاده شده براکتی براکت ایکس بذار براکت من ایکس. من هر وقت میبینم تو سوالم زیاد تکرار میشه یاد این نکته میفتنم که شما باید بدونین در اصل براکت هر چیزی حالا من اسمش رو ایکس گذاشتم به اضافه قرینش خروجیش یا صفر بود یا مینهای یک بود. کی صفر بود؟ موقعی که اعداد 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 زدی باشن اینجا زدی نباشن. عدد رون 5 رو اینا مثلا میدی صفر در میاد غیر روند هم مثلا چی در میاد منفی 1 دیگه. این به عنوان یه نکته بارها و بارها هم تو تستا دیده شده تو ذهن بعد بسپوری دیگه. خب حالا داستان چیه؟ بفهمید افتاده جی داره جی
او اف این جی اف ایکس شده چی؟ منفی دو. جی اف ایکس یعنی اف ایکس رو داخل جی دیگه، این اف ایکس رو میخوام داخل این بذارم، یعنی میخوام بنویسم که اف ایکس به توان دو به اضافه اف ایکس دوباره منهای دو شده چند؟ دو شده منهای دو، اینجا منهای دو زده. پس چیکار کردم؟ اف گذاشتم داخل جی، یعنی اف رو گذاشتم به جی ایکس، شد این ایکس به توان نوشتم اف به توان، این ایکس نوشتم اف، اونم منهای دو منهای دو، مساوی چند منهای دو هم خودش داده، این منهای دو با این منهای دو میره. پس شما الان اف دو ایکس داری به اضافه اف ایکس داری، چهارش پر بشه چند؟ صفر. میتونی اف ایکس رو فاکتور بگیری، از این اف ایکس اولی میمونه به اضافه یک، مساوی چند؟ صفر. دو تا حالته، یا این صفر بشه اف ایکس صفر بشه، یا این صفر بشه، اینجا این کیس صفر میشه، موقع اف ایکس بشه منفی یک دیگه. حالا اف ایکس دقیقا این نکته هست، کیس صفر میشه، اینه دیگه، اینه عبارت هست دیگه، میگیم موقع که ایکس متعلق به زد باشه. کیس منفی یک میشه، میگیم موقع که متعلق به زد نباشه. پس شما هر دو شاخه زد باشه زد نباشه رو میخوای، اگه هر دو شاخه رو میخوای یعنی همین چیز رو میخوای دیگه، همین چیز رو میخوای دیگه. گذنشن سه، بریم هشت. اف داده جی داده نمودار اف و این گفته با کدام تو یعنی مساوی هم دیگه، من اف او جی رو باید تشکیل بدم برات، اف هم که خودش آماده داره اونجا، اینا رو آخر ثابتش پیدا میکنم مساوی میذارم تموم شه پیگاش. پس بریم اول سراغ تشکیل چی؟ اف او جی، یعنی جی رو بذارم داخل اف، اون رو بذارم داخلی، میشه پرانتز به توان دو این منهای سه دو در ایکسش رو ایکس به اضافه دو مینویسم برات، جیش اصطلاحاً ایکس به اضافه دو. خب پیدا کردم دیگه، این مساوی با چی باشه؟ مساوی با f باشه، خود گفتیم متقاطع این مساوی f، یعنی مساوی با این اصل ماجرا 2x منهای 3 به توان 2. یه ذره مرتب کنیم دوستان، اینجا میشه 2x پخش کنم، این میشه 4 منهای 3 میشه 1 به توان 2، اینجا هم میشه 2x منهای چند؟ 3. اول اینکه گزینه دم دست نمیتونم به توان 2 گزینه دم دست نمیتونم قرار بدم، ولی خب اصلا نیازی هم نیست این کار انجام بدم، یه معادله خیلی ساده است الان به توان 2 اینا برسونی خودش اصلا اتوماتیکوار حل میشه، این اتحاد مربع کاملی، اول به توان 2 دوم به توان 2 دو برابر اول در 2 میرم همینطور، اولی به توان 2 دو برابر این در میشه 12 x به اضافه چند؟ 9. 4 x دوم میبینی خیلی شیک هست میشه، میاد این میشه 16 x 8 x یه دوم گزینه چند؟ 2. سوال بعد تو این تست تابع تو مبحث اف او جی که اینا اینا که داریم حل می‌کنیم همه تست کنکور هستن، خیلی ساده میتونید پسشون بر بیارین شما، فقط مفهوم بلد باشی، سوتی محاسباتی ندی جایی، کار خیلی ساده است. بیام اینجا جی داده ایکس من رادیکال ایکس، بعد نمودار اف هم گفته محور ایکس ها تو دو نقطه قطع میکنه، این یعنی که ببینید راجع به اف، تو اف گفته اگه 6 بدی باید 0 در بیاد، خوش گفته، وقتی میگه تو دو نقطه میفر ایکس رو قبل میگه 6 دادم 0 شده، حتی منفی 1 4 رو هم بدم باید چند در بیاد؟ 0 در بیاد، یعنی این دوتا رو من میدونم که این دو اتفاق میفته براش. حالا چی میخوای تو؟ میگه نمودار اف او جی، اف او جی رو باید بیرم پیدا کنم برات، بعد این اف او جی رو که اگه پیدا کردی میخوام محور ایکس رو دوباره قطع کنی، یعنی باید مثلا چی بذارم برات؟ 0 بذارم، ایگرگش رو 0 بذارم، یعنی اف جی ایکس اف جی ایکس حتما چی شده؟ صفر شده. بابا یه چیزی اف رو صفر کرده، خب این آدرس رو داده دیگه بنده خدا، حتما این جی ایکس الاز عددی یا 6 بوده یا اینکه این اف ایکس الاز جی ایکس الاز عددی منفی 1 4م بوده، اینجوری شد. اینا باید حتما می‌خوای اف چی صفره، خودت اینجا آدرس داده بود اف چی صفره دیگه، یا 6 بوده این تو این جی، یا اینجا منفی 1 4م بوده. باش جی ایکس کی هست؟ ایکس من رادیکال ایکس، این اول میخوام، یکی دیگر هم هست، این هم هست ایکس من رادیکال ایکس مساوی چند؟ منفی 1 4. و با برشم معادله حل کنم و این حرفا، ولی فکر کنم میشه پس چون گزینه ها دم دستمونه میشه یک کاری کرد، مثلا 9 بدیم ببینم این اتفاق میفته، 9 بدی الان دارم چک میکنم ها، 9 بدم اینجا میشه 9 منهای 3 میشه 6 دیگه، 9 هست این 9 نداره این گزینه کنسله، یا مثلا اینجا 9 نداره این گزینه کنسله، این دو تا 9 دارن. حالا یه 4 هم باید بدیم، 4 اینجا رو شاید سیو کنه، اینجا رو شاید سیو کنه، نمیدونم یا 1 4م شاید هم 1 4م، 1 4م بذاریم اینجا نکنیم، این میشه 1 4م، رادیکال 1 4م میشه 1 دوم میشه همون منفی 1 4م دیگه، درست. حل اینم هست، پس چی شد؟ 9 شد، اینجا 1 4م دادم،
9 شد 1 4 گزینه گزینه چند شد گزینه 2 یعنی اینجا دیگه نمیاد معادله حل کنم خودش تو گزینه ها بود ما هم از رد گزینه استفاده کردیم و تموم شد بریم بعدی تست 10 تست 10 میگه اف داده شده جی هم داده شده میگه جی اف آ 5 بابا یه نفر اینجا بریم سمش جی اف آ 5 یعنی این چی میتونه باشه جی چی رو کرده اینجا 5 یا کن 6 رو کرده 5 یعنی یعنی 6 بوده دیگه اف آی شما یعنی 6 بوده حالا اف آتون 6 اف آ چی هست آ رو میذارم داخل اف آ رو بذار داخل اف اینجا بذار میشه آی به اضافه رادیکال آ 6 بعد تو چی میخوای آ رو میخوای دیگه باز گزینه ها هست دیگه چی به اضافه رادیکال 6 میشه این 4 دیگه همینجا رو هوا میشه معادله بخواد کنم که 4 به اضافه 2 میشه همون 6 دیگه درست سوال خیلی خیلی ساده و دم دستی هست تابه رسیدیم به تست شماره 11 اف داده جی داده دامنه جی او اف یه تعریف فرمولی داشت مدرسه ای منتها شاید از اون اجرا کردن کار تست یه خور سخت باشه تعریف مدرسه ای ما تو اینجا موارد تو کار میتونیم بکنیم یک رد گزینه هایی که دستمون هست از اومد استفاده کنیم شاید دو جی او اف ضابطش رو بنویسیم ولی ساده کاری نکنیم شروع کنم روی اون دامنه گرفتن ببینیم چی کار میکنم جی او اف یعنی اف او بزنم داخل جی خب بذار دیگه بذاریم اینجا ببینیم چی میشه x به توان 2 که ماشاءالله خوشی عظمتی داره x به توان 2 رادیکال رو میپرونه میشه x به اضافه قطع مطلق x این تا اینجا من نهایه 4 4 تا x که x خودش اونه رادیکال x به اضافه قطع مطلق x اینجوریه خب این شد f g و f شما ساده کاری ماده کاری هم نداریم و شروع کنن رد گزینه انجام دادن یه نگاه به گزینه ها بندازیم میفهمید داستان چی به چی هستش مثلا اینجا شما 8 رو نمیخوای اینم 8 رو نمیخوای اینجا 8 رو میخوای اینجا 8 رو میخوای مثل اینکه 8 یه خورده جای مناقشه است ببینیم 8 بدم داستان چی میشه تو این حساب کتاب به هم میریزه نمیریزه چه جوری است 8 به اضافه 8 16 منهای اینجا هم میشه 8 به اضافه 8 16 رادیکال 16 4 4 4 تا 16 به اینجا مخرج صفر میشه مشکل بعد 8 تو محاسبات ما نیست ما 8 رو نمیخوام 8 رو نمیخوای یعنی این گزینه کنسل شد یعنی این گزینه هم کنسل شد اون شماره 2 شماره 1 حالا بین اونها مثلا میگه از 0 تا 8 8 هم نمیخواد 8 به بالا مثل اینکه تو منفی است بس مثلا اینجا منفی اینا رو نمیخواد ولی اینجا منفی آر دیگه منفی میخواد یا ببینیم همینجا واسه خودمون منفی بریم اونجا چه خبره ببینیم منفی یکم جای مناقشه هست یا نیست منفی یک میدیم اینجا یک اینجا میشه یک منفی یک به اضافه یک میشن صفر چهار تا اینجا منفی یک بدم مثلا چه اتفاقی میشه منفی یک به اضافه یک صفر خب صفر یعنی که دوباره مخرج صفر شد که نمیشه که منفی یکم دامنه نیست پس منفی هم دامنه نیستن شما اینو کنسل میکنی گزینه یک رو میزنی ساده می سوال بعدی یه دو فرم تعریفی کتابم استفاده نکرد دوازده اف داده شده جی هم همینطور دامنه اف او جی دوباره حرف ها تکراری آقا جان اینجا شما باید اف او جی رو مثلا فرمول کتابش رو بریم سینا ولی قشنگ گزینه دم دستت دیگه بذار ببینم اصلا اف او جی کی هست اینو من بردم بذارم داخل اون دیگه یعنی تو الان میخوای اف جی ایکس رو مثلا برای من چیکار کنی تنظیم کنی دیگه دامنه اف او جی جی ایکس خود قیافش همچین نافرمه باشه زیاد اثر خاصی نداره میشیم یه حرکتای برش انجام بدیم بالا خود این جی ایکس میشینه یعنی چی یک چهارم به توان ایکس تا اینجا که مشکل نداریم این نه رادیکال داره بنده خدا هیچ اتفاقی نمیفته باشه پایین رادیکال منفی ایکس به توان یعنی این یعنی یک چهارم به توان دو ایکس به اضافه خودش یعنی یک چهارم اینم چند دو رادیکالش هم میکشم میرم تا اینجا این شد اف او جی یعنی قشنگ جی که این یک چهارم توان ایکس گذاشتم به چه ایکس داشت نکنید منفی منفی توان 2 اینم توان 2 خود اینم همون یک چهارم توان ایکس نمیشم و به اضافه چند دو بریم ببینیم گزینه فرقشون چی یک گزینه دارم که رفتن تا ماشاءالله بی‌نهایت بذار ببینم تا بی‌نهایت مثلا میپذیری نمیپذیری داستان چیه اینا مثلا قابل قبول برات یه مستد بی‌نهایت بدم بهت دیگه آروم آروم باید شما مقوله های حد و اینا رو هم دیگه پیشا پیش یاد بگیرین دیگه یه مستد بی‌نهایت میخوام بدم به خاطر اینکه دو تا گزینه دارم مستد بی‌نهایت دارن دو تا گزینه دارم که اصلا مستد بی‌نهایتی توشون نیست میخوام مصاحبه اینا بدم این ماجرا تو رادیکال بعد اتفاق بیفته دیگه ببینید وقتی میگه بی نهایت به توان مثلا یک چهارم به توان بی نهایت یه عدد ریزه به توان بی نهایت چند میشه صفر میشه دیگه اینجا صفر میفته اینجا هم چی میفته برا صفر میفته به اضافه دو
یعنی مخرجی میشه رادیکال، این مخرج که رادیکالم داره نه صفر شد نه منفی شد، مشکل خاصی نداشتیم اصلا با صورت کاری ندارم استاد، هر چی میخواد بشه بشه دست شد رادیکال دوم، یعنی مشکل دامه نداری حتی بینتو میخواد بینتو میخواد، یعنی من دو تا گزینه‌مو چیکار کردم کنسل کردم، یا اینه یا اینه، یک این دو تا گزینه است. پس خوب نگاه کنید، عدد ریز 1/4 به توان بینت که رسید مساوی بینت شد چی؟ صفر. 1/4 به توان هر چی بیشتر میشه ریستر میشه میشه صفر. پس این صفر شد، اینم صفر شد، اونم دو دیگه رادیکال منفی نشد و صفر هم نشد تو کسب بود، اوکی دادیمش. حالا فرق این دو تا گزینه مثلا صفر بدیم. چرا؟ چون میگه از منفی 1 دوم ببالیم میشه از 1 دوم ببالیم، مثلا این صفر دارد این صفر ندارد وسطش. یه صفر بدیم ببینیم اون چیه، محل مناقشه هست یا نیست. اینجا که عدد به توان صفر که میشه 1، اینجا هم که عدد به توان صفر میشه 1 رادیکال این منفی 1، اینجا هم 1 به اضافه چند 2. خب اینم که همون شد رادیکال 2، مشکل خاصی نداره، این تایید، این صفر هم قابل تایید برام، صفر هم قابل تایید، فقط یه گزینه مونده دیگه، این که صفر نداره توش. بریم بعدی 13. چون این خیلی خوبه بتونیم با گزینه ها بازی کنیم، رد گزینه انجام بدیم، یعنی با سواد کم، کمترین سواد ممکنه بتونیم از پس تست بر بیاییم. 13. اف جی برد تابه، برد یعنی محدوده ایگرگ هاش، جی و اف رو میخواد. حالا فعلا یعنی باید اف رو بذارم داخل جی، بذاریم حداقل جی و اف یه قدمش رو بردارم ببینم میتونم انجام بدم، یعنی جی اف ایکس دیگه معناش اینه دیگه، یعنی که اف رو بذارم داخل جی، اون رو بذارم داخل، بذاریم دو من ایکسش رو میذارم اون رادیکال ایکسه، اینم شد یه که به اضافه رادیکال ایکس. اینجوریه، خیلی هم خوب. اینا یه مشکلی داریم مالیات، همچین برد من چیکار کنم الان؟ برد باید محدوده ایگر رو پیدا کنیم. اینجوری بهتون پیشنهاد میدم انجام بدید. اینا اسمش رو بذارین چی؟ ایگرگ. طرف من وسین کنیم بر من رادیکال ایکس رو پیدا کنیم. شبیه کاری که عین چی انجام میدین توی تابه وارون انجام میدادین. ایکس پیدا کنیم، طرف وسین میدیم میشه ایگرگ به اضافه ایگرگ رادیکال ایکس مساوی با 2 من رادیکال ایکس. دوم رادیکال ایکس هم. اینو بیاریم و ایگرگ رادیکال ایکس به اضافه رادیکال ایکس مساوی با 2 من های ایگرگ، یه رادیکال ایکس فاکتور میگیری شیک و مجلسی، اینجا میشه ایگرگ به اضافه چند یک، این رادیکال نداره، مساوی با چی؟ 2 من های یک. الان رادیکال ایکس رو پیدا کردی، رادیکال ایکس اینم اینجوریه، آه رادیکال ایکس دیگه. بابا رادیکال ایکس همیشه جوابش چی هستش؟ بزرگتر مساوی چند؟ صفر. رادیکال ایکس همیشه بزرگتر مساوی صفره. اینو بزرگتر مساوی صفر بذار برای من دیگه. تعیین علامت سری هم که باید بلد باشی منطقا دیگه، اینا تعیین علامت سری چجوری هن؟ ریشهش منفی یکه، ریشهش دوه. ایگرگ ها رو داریم صحبت میکنیم راجب ایگرگ ها، من هر چی راجب ایگرگ نظر بدم تموم شده است دیگه. منفی یک رو این مرتبه بنویسم اینجا، خونه اول منفی، مثبت منفی، تو اینجا رو میخوای، یه از منفی یک تا دو رو میخوای، بعد اینجا منفی تو مخرج منفی هم نمیخوای، تازه دیگه اصلا تابلو شد که باید اینو بذارم دیگه، تعریف نشده است اونجا، اینجا نامایی هم میزدم بهتر بود. منفی یک تا دو گزینه گذادم. پس چیکار کردیم؟ جوف رو تشکیل دادی، ما دیگه گفتی برد میخوای، ایگرگو گرفتم جور ایکس رو پیدا کردم، بعد شبیه کاری که تو تاو بارون انجام میدی، رادیکال ایکس رو پیدا کردم، گفتم رادیکال ایکس همیشه بودتم مثلا صفره، این شد معیار چیزی که من میخواستم رو ایگرگ صحبت کنم، و یه تعیین علامت برای ایگرگ کشیدم، تست گزینه رو زدم، تمام شد. بریم بعدی 14. اف فلان دامنه تابع اف. ببین الان اون یه چیز داده، اف فلان اف ایکس من ایکس هم از من اف ایکس رو میخواد. این تیمی که بعضیاتون خیلی حرفه‌ای هم هستین توش اینه که این داخل اسمش رو چی بگیریم؟ تی بگیریم. مثلا این میگن این کار انجام بدیم، من با این کارم موافقم. حالا میشه سریع‌ترم تو این تست به جواب رسید، ولی بذارین هدف این آموزش این تیه باشه. ایکس من های یک ایکس هم اسمش رو میگیرم تی. ایکس رو برام حساب کن، چه اتفاق میفته برای شما؟ شما میگی که یه تموسط این کنم x t موسه با x من های یک، دنبال x هستی، اینا رو ببرم برمون بیاریم بر، یعنی من میرسم چی؟ x من های x t موسه یک، اینجا x رو فاکتور میگیرم میمونه یک من های t. الان من x رو پیدا کردم، این برای تو مخرجه، این شیک کنجا. حالا اونو باز نویسته میکنم، اون رابطه رو مینویسم f، اینجا اسمش رو گفته چی؟ t موسه رادیکال دو ایکسش رو نیا کن، دو ایکس، ایکسش اینه، با قرمز بنویسم یک من های تی.
دو این منهای چند یک آیا مرتبش کنیم چه خبر الان افتی شیکو مجلسی شد دو اینجا ضرب میشه میشه دو پایین هم یک منهای تی منهای یک حتی میشه مثلا مخموش رکی هم گرفت حالا فکر نمی کنم نیاز باشه این یعنی همون اف ایکس دیگه یعنی همون اف ایکس هم پیدا کردی بیا شد طریقه یافتن چی اف ایکس از روی مثلا اف او جی که خودش داده شده اینجا الان اف او جی بود در اصل این جیه بود دیگه خوش نمیشه اینو دیگه میام اسم اینو معمولا میگیریم چی تی برای خودمون ایکس رو حساب میکنیم میذاری داخل اون تیک بعدیش اینجا میشه میشه اف تی یعنی یعنی باز اف تی بازنویسی کردی اونجا هم که به جای ایکس اش این حساب رو در میذاری یعنی یه اف تی برای خودت پیدا میکنی میگه خب حالا اف تی این اف ایکس چیه میگه خودش همون تی رو ایکس نمیشه در اصل دیگه دامنه اینو میخواد این جیده رو میخواد دامنه که خب گزینه ها دم دستم میتونم هزار تا کار بکنم یا اگه لازم بود مثلا اینجا این تعیین علامت کسری چیزی برم ولی خب گزینه ها دم دست اون هست اینم هست هر کدوم که شما انجام میدید با بگم بویتم مثلا صفر دیگه یعنی داخلی اینو بذارم چی بویتم مثلا چند صفر یه مخموشک همین الان براش بگیرم سری و سر این بالا بنویسم یک منهای ایکس اینجا دو هستش میشه منهای یک به اضافه ایکس بویتم مثلا چند صفر یک منهای ایکس بالا هم میشن ایکس به اضافه یک بودتم مثلا صفر ریشه ها منفی یک هست و مثبت یک خونه اول منفی یک اینو چکار میکنه صفر میکنه اینجا نامعین میکنه پس خونه اول چی ازش منفی مثبت منفی تو اینجا رو میخوای منفی یک تا یک منفی یک تا یک گزینه گزینه چی سه دیگه یکم نمیخواستید هست این طریقه یافتن اون تاب و اون چی میگم مرکبه که اینجا تی میگیریم از زاویه اف ایکس رو پیدا میکنه یه خورده تو این تمرین کن خود دستی بینید یاد بگیری باشه 15 افتاده شده دوباره جی او افتاده شده ببین ضابطه جی او میخواد جی او اف معناش چیه؟ جی اف ایکس دیگه شده یه دوم ایکس قبول؟ حالا جی اف ایکس داریش دیگه اون اف ایکس رو اونجوری نکن قیافش اینه یک تو شبیه همون کاری که اینجا انجام داد اینجا میشه انجام داد حالا میگم اینا رو میشه تکنیکی تر هم حل کرد اگه لازم باشه ولی خب با همون روش تیه بریم که اینا قشنگ شما یه توضیحاتی بدیم داستانشو بفهمید اینجا اسمش رو میگیری چی تی یا اصلا همون اسمش خودش بگی اف هر یه اسم بگی برش هر چی هست بیا من اینو یه طرف وسته این کن ایکس بهم تحویل بده لطفا یه طرف وسته این کنیم اینو الان دو تی مین های ایکس تی مثل چند ایکس دنبال x دیگه x دارم هول میدم یه بر اینا قشنگ اینجا x فاکتور گرفته میشه از این یک به اضافه t اینجا هم دو t x رو الان برای پیدا کردم دو t پایینم اینم تو مخرج این نشسته t به اضافه حالا بازنویسی میکنم چی بازنویسی میکنم میگه که آقا نه این g t اینجا کلا g t مساوی یک دوم xش اینه یعنی دو t t به اضافه دو هم با دو میره پس الان جی تی شما هست ایکس ایکس به اضافه یک چرا دیگه این هم تی بودی الان فعلا تیه بعد دیگه یه قدم جلوتر رو نوشتم مثلا ایکس به روی ایکس به اضافه چند یک جی تی این باشه جی ایکس تا هم اینا رو بر اساس ایکس میمیسی گزینه رو میری میزنی گزینه چند شد یک شد دیگه ساده است ساده است ساده است رسیدیم به تست شماره 16 اف داده شده جی او اف هم به من داده ضابطه اف اوج رو میخواد بذار من برم روی کار کنم بحثمون بزنم این جی اف ایکس اون هاش دیگه دو ایکس به اضافه سه هست قشنگ شیک و منسی عبارت رو داده بذار بشم پیست میبنیم اسم اینو میگرسیم تی اف هرچی که اینجا هست دیگه اسمش همون میگیریم تی برای خودمون بعد اون وقت ایکس چی میشه؟ میشه دو ایکس به اضافه سه رو تی بگیری بر من ایکس میشه سه میره اون میشه تی منهای سه چندم دوم اینو وارد خودش میکنم یعنی می‌نویسم جی تی موسی با 8 این ایکس به توان این تی منهای 3 دوم به توان چند دو به اضافه 22 ایکس این تی منهای 3 دوم به اضافه چند 20 توان دو رو برو ببین اینجا مخرج 4ه اینم به توان دوش چی میشه 8 ضرب در یادم نره به توان دو تی 2 منهای 6 تی به اضافه 9 اینجا هم که 22 میشه با این ساده کرد 11 میمونه تی منهای 3 به اضافه چند 20 این 8 رو هم بزنم اینجا دو بمونه دو پخش کن سریع این 12 تی اینم 18 11 تی منهای 33 به اضافه 20 شد جی تی شما دو تی دو اینا هم با هم منفی تی بعد عدد منفی 13 باید میشه 15 منفی 5 در 15 نه 5 با
پس الان جی ایکس تو آماده است، جی ایکس دارم میشه 2x تو من های x به اضافه 5. چی میخوای تو؟ میگه که اف او جی، یعنی اف او جی این با جی بذار داخل اف، یعنی اینو برده بذار داخل اون افه. خب بذار دیگه، چخ دو در اون ایکسش رو این میذارم اینجوری بذار چند سه مرتب کن، 4x تو من های 2x آن گذنه سه خوش نشون داد همینجا سه ده اونم سه سیزده دیگه. سال بعدی بریم، این سال 396 تجربی بود. خب حالا هر کدوم با هم دیگه اف داده جی داده، این سال کنکور همین چند ماه پیش است. اصلا الان این ضابطه جی اف ایکس رو میخواد، میشه با هر گذاری خیلی سرترش همون بود. مثلا بر خودمون همینجوری چیزی بدیم، صفر بدیم مثلا پیش خودمون. میتونم کارم رو راحت انجام بدم و اینو بردارم بذارم داخل این ساده کاری کنم. ما در همین دارم الان با عدد گذاری کارم انجام میدیم، صفر میدیم ببینیم چه اتفاقی میشه. جی اف صفر، جی صفر رو بذارم داخل اف دیگه، اونجا میشه منفی یک، یک میشه منفی یک. حالا منفی گذاری داخلی منفی رو بذارم داخل این، بالاش میشه چند؟ دو منفی دو صفر میشه. پس صفر تا صفر شد، صفر تا صفر شد، این میدم صفر میدم منفی یک میشه، این صفر میدم یک میشه. این خوبه، حالا هست، اینم هست دیگه، فعلا هست. یه عدد دیگه هم بدی، حالا قضیه کنده شده. چی بدیم مثلا خدا؟ یه دوم. الان میگم چرا یه دوم بدیم. میشه جی اف یه دوم. چون یه دوم میذارم تو اون صورت اون اف میشه دو تا یه دوم یک، یک منهای یک صفر میشه و این خیلی خوبه دیگه. یعنی این یه دوم بدی صفر میشه، صفر رو بده به جی، صفر رو بده به جی، اینجا میشه دو پایینم دو دو دوم یک، یعنی یه دوم دادی یک شد. حالا خب چی دیگه گزینه؟ خب الان خوش نشون دادی اصلی گزینه، گزینه چهار یه دوم بدم یک در بیاد با عدد گذاری تست که نباشی جا هم چند پیش راحت میتونیم پس شما برگیم دقیقش بچه ها و مسلط به تابه ها، چون بعدا دوباره این تابه ها رو لازم داریم.